واقعش اینه وضع اقتصادی مردم خرابه، مردم در فقر و فلاکتن، اکثریت مردم ایران. این دیگه همه جا عیان شده، همه دارن میگن، مردم ناراضی هن. مجبور حکومت در نماز جمعه و رهبرش و همه بیان رو بیان بکنن. دومی که خب طبیعتا همطور که شرکتی تو دعوه سعی میکنن بندازن گردن همدیگه، یعنی مقصر رو جلوه بدن، این بسیار مهم. ولی یه نکته بسیار مهمی که هست که حالا امشب بحث خواهیم کرد، طبیعتا این که در کشور ما این میزان از فقر و فلاکت و مشکلات هست، خب علتش چیه؟ بالاخره بعد از 37-38 سال هر کسی، هر ناظری بیاد نگاه بکنه بگه خب این مملکتی که این همه منابع طبیعی داره، این همه ذخایر داره، همه استعدادا رو داره، اینقدر دکتر و مهندس و تحصیل کرده و همه چی داره، زیربناهای اقتصادی هم داشته، مشکل کجاست که بعد از 37-38 سال نان شب ندارن بخش عمده از مردم تهیه کنن، کلیهشون رو باید بفروشن؟ مشکل کجاست که ابتدایی ترین به اصطلاح مشکلات مردم حل نمیشه؟ کجاست؟ طبیعتاً برای پاسخ به این میشه خیلی مسائل رو گفت. اینکه حکومت اصلا حکومت آخوند و پاستار اصلا نه صلاحیت شدن، نه دنبال این بودن، نه در این دور و زمانه و تاریخ زندگی میکنن که بخوان مشکلات مردم رو حل کنن. ولی این میزان نابودی میتونستن در این حد حدی بد مدیریتی بکنن. آخه جنگی ما نداریم که، مشکل کجاست؟ واقعش اینه که حالا میشه عوامل مختلف بگم. من یکی رو میخوام اشاره بکنم که در صحبت‌های خامنه‌ای بوده که بسیار مهمه، من به نظر من یکی از مهمترینه. طبیعتاً حالا میتونیم بحث بکنیم، یک حکومت مافیایی، مافیاهایی که به هیچ حساب پس نمیدن و اقتصاد رو ویران میکنن، چپاول میکنن. دوم اولویت هاست، این حکومت برایش میتونه از گلوی مردم ایران در بیاره خرج لبنان و سوریه بکنه، اولویت هاست. ولی مسئله بسیار مهمی که تو حرفای خامنه‌ای بوده، میگه که منتظر سرمایه گذاری خارجی نشیم، بریم دنبال اقتصاد مقاومتی. اینا یه دکانی باز کردن اقتصاد مقاومتی، هی تکرار میکنن. ولی تای حرفش کجاست؟ تای حرفش اینه که در داخل حکومت دو به اصطلاح نظریه هست. یکی خب رفسنجانی بود که مرد، الان روحانی و به اصطلاح اصلاح طلبا. اینا میگن بابا ما برای اینکه اقتصادمون نجات پیدا بکنه، مثلا یه نوع مدل چینی بعد در اقتصاد جهانی ادغام بشیم، سرمایه‌گذاری خارجی برگردن، بنابراین بعد بریم رفتار سیاست خارجیمون رو تغییر بدیم، یا از برجام بریم به برشام یا برجام منطقه‌ای. درست؟ خامنه اینا میگن آقا عملی نیست، ما نمیتونیم بکنیم، اجازه نخواهیم داد. بخوام عقب نشینی در منطقه بکنیم، رفتار سیاست خارجیمون رو عاقل بکنیم که آمریکا و ما خوب بشه، همه تحریما رو بردارن، سرمایه‌گذار خارجی بیان، ما دستگاه سیاست خارجیمون سقوط میکنه، کل مملکت آسیب پذیر میشه. همین حرف که خامنه ای زد، برجام دو میشه برجام سه، برجام چهار، دیگه همه چی رو باید واگذار کنیم. درست؟ حالا من یه مثال بزنم که ببینیم ربطش به اقتصاد چیه، که این انتخاب چه تأثیری در وضعیت زندگی مردم داره. چند تا مثال میزنم، یکی حالا در این بخشی مثال میزنم، بعد برمیگردیم به این دوره. در سال 91 شاید اینو گفتم، این حرفی بود که رفسنجانی مسابقه مهمی که دو سه سال پیش بود برای اولین بار من صراحتا گفت. البته خب اونایی که دنبال میکردن مسائل رو میدونستن اینو. میگه من موقعی که دوره دوم ریاست جمهوری شد در سال بکنم 91 یا 92، اینا اومدن یه پیشنهادی دادن با آمریکا، شرکت نفتی کنوکو، که قراردادی اجرا بشه در پارس جنوبی. میخواستن روابط رو خوب بکنن یه نوعی با آمریکا، که به گفته خودش، این حرفای خودش، که ما بتونیم اقتصادمون رو سرسامون بدیم. یعنی اعتقاد داشت که از طریق بهبود سیاست خارجی میتونه با آمریکا رابطه خوبی برقرار بکنه و سرمایه‌گذار رو برگرد. بعد میگه نیازوف رئیس جمهور ترکمنستان اومد به ایران و ما هدف این بود که نفت، گاز و نفت آسیای مرکزی از طریق ایران به اروپا بره. این بسیار مهمه، برای اروپا ارزش استراتژیک داره و ایران میتونست درآمد سرشاری از این مسئله داشته باشه و دیگه اروپا هم اسیر روسیه نبود که نفت و گاز آسیا از اونجا رد بشه. میگه ما همه این کارا کردیم ولی ایده در داخل نگذاشتن. کی نذاشت در داخل؟ همین انتخابی که خدمتتون میگم، خامنه ای، که بریم به طرف اینکه سرمایه گذارا بیاد با دنیا مثل آدم رابطه داشته باشیم یا نه،
چیکار کرد اون موقع خامنه ای؟ چه چیزی باعث شد که همه فرار کردن؟ نه قرارداد نفتی کنوکو انجام شد، نه اون خط لوله کشیده شد و حرفای دیگه که خود رفسنجانی توضیح میده. علتش این بود که بعد از کنفرانس صلح مادرید در سال 91 بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها، خامنه ای علم مخالفت با صلح رو به اصطلاح برافراشت. عملیات تروریستی انجام دادن در آرژانتین، در اسرائیل، صلح رو به هم زدن. همین جبهه مقاومتی میگن از اون موقع راه انداختن. یعنی انتخابی که خامنه ای کرد چی بود؟ انتخاب کرد که ما بریم به طرف برتری منطقه‌ای با تکیه با حزب الله و جهاد اسلامی حماس. این انتخاب رو کرد. این انتخاب باعث شد که یه ضربه استراتژیک خوردن که در سال 96 اولین تحریم‌های جدی علیه ایران به نام ایلسا انجام شد. حالا این مثالی بود که در گذشته بود که نشون میده که این وضعیت خراب امروز اقتصاد کشور، این درگیری دائمی با جهان یک انتخاب بوده که خود خامنه‌ای و سپاه کردن. حالا میخواد بنزه گردن اونا. این انتخابی که کردن و تاوانش هم پس بدن. حالا این مثال گذشته بود تا به امروز برسیم. بسیار ممنونم. فقط من یه سوال بپرسم آقای دایی، این چه که شما فرمودید از لحاظ زمانی، اون چه که در حقیقت مخالفت با صلح بود، همزمان با همون موج دومی بود که در ایران به انتفاضه دوم مردم فلسطین شهرت پیدا کرد دیگه، درست عرض میکنم؟ انتفاضه دیرتر شروع شد، اول بمبگذاری ها شروع شد. یعنی اولین بمبگذاری مهمی که کردن خامنه ای در فکر کنم اکتبر 91، چند روز بعد از شروع کنفرانس مادرید، یه پیام خیلی تندی داد و خواست از همه فلسطینیان و از همه آزادیخواها که در هر جای دنیا صهیونیستا رو به آتش بکشن. این حرفا دو سه ماه بعد بمب مهمی در آرژانتین سفارت اسرائیل متوجه کردن دیگه کشتن. بعد آمیا شد، بمبگذاری ها در اتوبوس اماکن عمومی اسرائیل شروع شد و انتفاضه شروع شد. این وضعیتی که الان در داخل کشور هست، این وضعیت اقتصادی بدی که در داخل کشور هست رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا واقعا این وضعیت یک وضعیت بحرانی است یا اینکه نه رسانه ها مثل خود ما داریم این وضعیت رو بزرگ میکنیم؟ ببینید یه موقعی یادمه که 4 سال بود، 5 سال پیش بود، سال 2012، 5 سال پیش، همون موقعی که تحریما در اوجش بود، حکومت خیلی تحت فشار بود و خامنه‌ای مجبور شد در عمان مذاکرات مخفی رو شروع کنه. همون موقعی که یادتون باشه صحبت نرمش قهرمانانه شد و بعدا معلوم شد که در عمان برای برداشتن تحریما حاضر به عقب نشینی هسته‌ای شدن. اما در علنی چی میگفت خامنه‌ای؟ میگو آقا کی صحبت میکنه از بدبختی و نمیدونم شب ابو طالب؟ ما در حال فتح خیبر هستیم، ما به پیروزی داریم میرسیم، تحریما باعث شده که اقتصادمون پیشرفت کرده، از این حرفای بی سر و ته میزنن که هیچ وقت نمیدونم بگن. این که الان دیگه همه دارن میگن، آخه برای این دیگه تبلیغات نیست که هر جای کشور یا کنید هر روزنامه رو ورق بزنید تظاهرات معلمان، کارگران، پزشکان، نمیدونم پرستارا، همه راننده اتوبوس ندارن، کارگران حقوق ندارن، 70-80% واحدهای صنعتی به گفته خودشون تعطیله. برنامه داره شبا تلویزیون، یکی گفتگوی ویژه است، یکی نگاه، یکی گفتگوی ویژه خبری، اکثر جوجه مسئول اقتصادی مسئولین از همه جناح ها میان بگن وحشتناک اوضاع. خب چرا؟ چرا اوضاع؟ ببینید 3 سال پیش که روحانی اومد دیگه صراحتن گفت، در سخنرانی که در مجلس کرد گفت من صراحتن بهتون دارم میگم وضع بیکاری و وضع اقتصاد وحشتناکه. ما برای که نجات پیدا کنیم حداقل حرف خودشه 50 میلیارد سرمایه گذاری خارجی نیاز داریم. فکر کنم در سال گذشته کمتر از 5 میلیارد، اونم نه در جایی که اینا میخواستن. اینا سرمایه گذاری در نفت و گاز میخوان، اینا رفتن در اتومبیل و اونم چیزهای دیگه که به پول برسن سرمایه گذاری کردن. خب چی میگفت روحانی؟ چی گفت روحانی وقتی اومد در نیویورک سفر اولش انجمن آسیایی صحبت کرد؟ یه جمله معروفی گفت ما میخوام از این به بعد سیاست خارجیمونو بر مبنای رشد اقتصادی کشور ما قرار بدیم. یعنی تا حالا نبوده دیگه، نه بر اساس چیزهای دیگه بوده. یعنی میخوام در دنیا آدم بشیم که سرمایه گذار بیاد. راه نجات رو این میدونن، دارن مرتب میکنن. خب در مقابلش خامنه اینا چیکار کردن توی این 3 ساله؟ چیکار کردن وقتی وقتی نماینده شرکت کرسنت رو سیامک نمازی میزن زندان؟ شما ببینید
همه جای اقتصاد این کشور سپاه پاسدارانه. کدوم سرمایه گذاری جرأت میکنه در ایران بیاد سرمایه گذاری کنه وقتی سپاه پاسداران میخواد بیاد کاخ سفید بکنه حسینیه؟ دقیقا میدونید ایناست دلیل اصلیش که همه میگن اینه. از روی دلسوزی خامنه‌ای هم میاد میگه که گناه است، ولی گناهکار اصلی کل نظامه که در اصلش خامنه‌ای و سپاه. آقای دایی این هم من اشاره کنم، خیلی حرف شما من رو یاد این مثل مینداخته که همیشه میگفتند واقعا توبه گرگ مرگه، این رژیم نمیتونه هیچ وقت از این حالت برگرده، پس نمیشه به حرفای یک به عبارتی تدارکات چی اهمیت داد. و اساسا آیا فکر میکنید که این تغییر سیاست خارجی اصلا احتمال داره که رخ بده که حالا بخواد تبعاتش در سیاست داخلی شکل پیدا کنه؟ پس کنم خب در دنیا که همه چیز امکان هم، ولی واقعش اینه که اینجوری از خودمون سوال بکنیم. همیشه من اینو از خودم سوال میکنم. شما یه قلم ببینید توی 6 سال گذشته جمهوری اسلامی چه سرمایه هنگفت انسانی، مالی، سیاسی و نظامی در سوریه خرج کرده. چه سرمایه. الان خودشون اومدن پیروز میگن ما 2100 تا کشته دادیم در برای دفاع از حرم. دفاع از حرم یعنی همینه که رفتن اون طرف کشته شدن. 2100 تا فقط کشته دادن. میدونید چقدر خرج دارن میکنن؟ چقدر از نظر حیثیتی اینا پرچم دفاع از فلسطین و مبارزه با استکبار رو برافراخته بودن در منطقه، الان به عنوان قاتل مردم سوریه شناخته شدن. خب اینا وقت که آقا زمانی این خرج عظیم انسانی و مالی و نظامی میکنن کشته میدن، برای چی میکنن این کارو؟ برای اینکه اگه سیاست خارج، یعنی اگه سوریه سقوط کنه، این حرف خودشونه، سوریه سقوط کنه بعدش نوبت حزب الله است، بعدش نوبت عراقه و سیاست خارجی نظام فرو میریزه و بعد آسیب پذیر میشن. بنابراین در پاسخ به سوال شما که آیا امکان تغییر هست، تحت اجبار همه چیز امکان داره، اینا ممکن دستشون برن بالا، ولی برای خودشون احساس خطر میکنن، میگن اگه عقب بشینیم در داخل آسیب پذیر میشیم، این براشون خیلی مهمه. ما همش صحبت میکنیم از اینکه کارگرانی حقوق نگرفتند، کارگرانی که 6 ماه، 8 ماه، 10 ماه، هپکوی عراق، نیشکر هفت‌تپه، موارد متعدد و زیاد هست. سوال من مشخصا اینه که چرا پس این کارگرا بازم میرن کار میکنن؟ چرا هنوز مثلا کارخانجاتی مثل نیشکر هفت‌تپه، هپکوی عراق، ده ها یکی دوتا اسمم نیست که من بخوام بیارم، چرا این کارخانه ها هنوز سر کار میرن کارگرانشون علی‌رغم عدم دریافت حقوق؟ اینجایی که 10 سال 20 سال بودن صاحب کارو میشناسن بهشون پول بده، حقوقش با ماندهشون رو بده، برن که دیگه اون 8 ماه 10 ماه اونا برای اینا یه روزش هم پوله. مردم ندارن، مردم وضعشون به شدت خرابه. واقعا من تماسایی که دارم، صحبتایی که میکنم وحشتناکه. ماها که خارجی میترسیم حرف خودمون رو باور کنیم، میترسیم باور کنیم چقدر در ایران وحشتناکه، چون فکر کنیم ماها اغراق میکنیم. از زبان داخل بشنم اینا مسئولین حکومتی وقتی این چیزا رو میگن. چند روز پیش دیدم که رئیس کمیته امداد اومده بود صحبت از خط فرق میکرد، میگو اگه با این نظر دولتی باشه که نمیدونم چی خلاصه به اینجا رسید که با یه حساب سرانگشتی نزدیک 50 میلیون زیر خط فقر. مردم وضعشون خراب، چیکار کنه؟ یه کارگری که حقوقش هم ندیدن کجا بره؟ کار نیست، اصلا هیچ کار نیست، رکود. نتانیاهو به آقای پوتین درباره تلاش برای جلوگیری از توسعه اسلام رادیکال شیعی صحبت میکنه و ابعاد لشکرکشی دوباره ای از آمریکا به جهت سرکوب داعش در عراق و سوریه رو ما شاهد هستیم. اون چه که داره اتفاق میفته در کنار اون چه که قبلا هم صحبت کردیم، ناتوی عربی اسرائیلی که داره شکل میگیره در منطقه، زنگ های خطر جدی محسوب میشه. آیا رهبران ایران، رهبران جمهوری اسلامی، رهبران رژیم استبداد دینی اینها رو میشنوند و باز این رفتار رو میکنند، یا اینکه نه واقعا اینها رو نمیشنوند و فکر در مثل کبک سرشون رو در بفس فرو کردن؟ از کنم که برخورد با جمهوری اسلامی و دخالت های منطقه ایش که واقعش خطر جدی برای صلح و ثبات و آینده منطقه است، فقط با حرف و تهدید و تحلیل تا
درست بشو نیست. باید یه سیاست درست باشه. آمریکا باید رهبریش، رهبری مقابله با جمهوری اسلامی رو به دست بگیره و حاضر باشه بها و هزینه براش بده. اگه بخواد از صحنه بین‌المللی کنار بکشه آمریکا اونطور که آقای ترامپ میگه، قادر به مقابله نخواهد بود و در حد حرف میمونه. حرفهای اظهارات رئیس ستاد ارتش آمریکا خیلی مهمه، البته داشتیم قبلا هم از این اظهارات بوده. حرفهای خانم هلی هم دیروز در نماینده آمریکا در سازمان ملل که گفت باید جمهوری اسلامی و عواملش از سوریه بیرون برن، حرفهای خیلی خوبی بود. ولی باید در عمل ببینیم چه خواهد شد. ما الان شاخص رو مثلا اگه سوریه ببینیم، الان یه بحث جدی که باید در روزهای آینده بهش پاسخ داد اینه که آمریکا به طور کلی نیرویی که تشکیل داده در به اصطلاح مقابله با داعش، نیروی زمینی که ازش حمایت میکنه و آموزش داده و اینها به نام SDF، اینا بیشترشون کردها هستن، کردهای سوری هستن، مجهز کرده و برای حمله به رقم از اینا استفاده میکنه. الان یه تعداد زیادی دوباره به اصطلاح نیروی زمینی آمریکا برای حمایت از همونا فرستاده. ترکیه به شدت مخالفه. ترکیه با ارتش آزاد بخشای دیگری رو از شمال سوریه رو در اختیار داره و به شدت مخالف قدرتگیری، هر گونه قدرتگیری و نفوذ کردها در آینده سوریه هست، چون میترسه که کردها خودش مسئله داشته باشن. این یک مسئله جدی که آقای ترامپ کدوم مسیر رو انتخاب میکنه، مسیر کردها رو یا مسیر همکاری استراتژیک با ترکیه برای آینده سوریه. در مورد سوریه واقعش اینه که صحبت هنوز زیاده، هنوز در حد صحبته. در عمل آن چیزی که ما بگیم مشخصا از سیاست آقای اوباما تفاوت داره هنوز دیده نمیشه. حتی در مورد یمن که بمباران‌های آمریکا بیشتر شده، کماکان به شیوه سابقه، چون در یمن الان دوتا جنگ در جریانه، یکی جنگی که بین مخالفین دولت مرکزی و کسانی که در مخالف عربستانن از طرف جمهوری اسلامی نماید میشن که حوثی ها در رأسشون قرار دادن، جنگی که اونها دارن با دولت مرکزی، این یه جنگه. یکی هم این که بخشای مهمی از یمن تحت کنترل وابستگان القاعده است. آمریکا چه در دوره آقای اوباما و چه اکنون هدف خودش رو حمله به القاعده یا قرار داده، ببخشید، و این حمله هم که دو هفته پیش کردن که یک سرباز ببخشید یه سرباز آمریکایی کشته شد و عده زیادی هم به اصطلاح غیر نظامی هم حتی کشته شدن، باز هم برای همین مسئله القاعده بود. تغییری نکرده، یعنی در یمن و در سوریه هنوز سیاست تغییر نکرده در 40 روزی که گذشته. در عراق هم همون سیاست گذشته است، یعنی حمایت نظامی از العبادی است که بتونن یه تعادلی در مقابل رابطه با هشت شعبی وابسته به جمهوری اسلامی ایجاد بکنن. بنابراین صحبت‌های تند خوبه برای فضا، ایجاد فضا خوبه، ولی جمهوری اسلامی خودش این رو درس گرفته در سالیان گذشته، دیده در عمل که برای برخورد با جمهوری اسلامی به بیش از حرف و اظهار نظر احتیاج هست و اون یک سیاست عملی منسجمه که عرض کردم هنوز ما نشانه هاش رو ندیدیم. بعد منتظر باشیم ببینیم در هفته های آینده چه خواهد شد. یه مسئله که هفته پیش صحبت کردیم، هفته قبل صحبت کردیم، گفتیم آقای ترامپ چند تا تست در مقابلشه. یکیش این بود که آیا اجازه فروش بوئینگ به ایران رو خواهد داد یا نه، این رو بحث میکردیم. چون در زمان آقای اوباما که این تصویب شد، مخالفین آقای اوباما و خیلی از کسانی که در واشنگتن فعالیت میکنن میگفتن به هیچ وجه نباید بوئینگ به جمهوری اسلامی هواپیما بفروشه، چون برای تروریست استفاده میکنه، برای سپاه استفاده میکنه، تکنولوژی بهش نباید داد و و و. پریروز گویا خزانه داری آقای ترامپ اعلام کرده که نه، هیچ مسئله ای نیست و ما فروش بوئینگ رو لغو نخواهیم کرد، بهش ادامه خواهیم داد و اجرایی خواهد شد. ببینید اینها همه نشانهای تستیه که ببینیم سیاست به کدوم طرف میره. درسته با صحبت و اینها فضا عوض میشه، درسته دیگه مماشات امتیاز دادن های کلان به جمهوری اسلامی ده، اینا همه خوبه، ولی باز هم در عمل اینکه بریم به یه طرف سیاست جدید هنوز
زوده، هنوز نشانهای ازش نیست. همین شرایط، یعنی شرایطی که آقای ترامپ در اون قرار داره به دلیل برخی گفتگوهایی که بین ادمنستریشن ایشون پیش از دست گرفتن قدرت با روسیه داشته، صحبت هم کردیم در موردش در برنامه های قبلی، و این شرایطی که مطرح میشه یک تنش جدی رو در عالی ترین سطح سیاست در ایالات متحده آمریکا بین کنگره عمدتاً جمهوری خواه و کاخ سفید حالا جمهوری خواه مطرح میکنه. اساساً نقش آقای اوباما در یک همچین داستانی چیست؟ خیلی تخیلی میشه اگر مثلا بگیم که مثلا کار ایرانه و حالا اینجور چیزا، ولی واقعا چرا آقای اوباما در واشنگتن میمونه؟ این برای اولین باره در حداقل در چند دهه گذشته که یک رئیس جمهور بعد از اتمام دوره ریاست جمهوریش در واشنگتن باقی میمونه و بخش از ادمنستریشن خودش رو همچنان فعال در کنار خودش داره. صدای شما رو نداریم متاسفانه. به اعتقاد من یه نکته که خیلی مهمه، ما یادمون باشه که من خودم همیشه به خودم یادآوری میکنم، این انتخاباتی که شد و این صحنه سیاسی که الان هست به گفته اکثر کارشناسان آمریکا در تاریخ آمریکا بی‌نظیره. یعنی ما با یه شرایط جدیدی روبرو هستیم. دعوای دموکرات و جمهوری خواه نیست، دعوای سیاسی معمولی نیست، اتفاقاتی افتاده که در تاریخ آمریکا بی‌نظیره. سابقه نداشته کشوری مثل روسیه در انتخابات رسما دخالت بکنه. این یه چیزی که تمام نهادهای اطلاعاتی آمریکا گفتن دیگه، اینو آقای اوباما که نساخته، که 17 تا نهاد اطلاعاتی گفتن. بالاخره این ویکیلیکس که این ایمیل های خانم کلینتون و دوستانش رو میداد بیرون، که همه میدونن روسیه گرفته دیگه، اینو که آقای اوباما که نکرد، که این واقعیت اینا بوده. این که آقای ترامپی که رئیس جمهور شده 90% مطالبی که میگه با بنیانهای حزب جمهوری خواه نمیخونه، خب اینا واقعیه، اینا که ساخت و پرداخته ما نیست. اینکه بسیاری از موازین اخلاقی که در آمریکا بوده شناخته شده، مرسوم بوده، مورد احترام بوده، زیر پا گذاشته شده در انتخابات، اینا که غیر واقعی نیستش که، اینا همه چیزای واقعیه. ما چیزا رو در تاریخ آمریکا نداشتیم. تنها رئیس جمهوری که امکان نداره در صحبتاش صحبت از حقوق بشر بکنه، مثلا هم چیزی وجود نیست، مثلا هم چیزایی رو نمیگه در سیاست خارجی. حالا ظاهرا قبلی ها میگفتن، ظاهرا صحبت از اینکه آمریکا برتره، دموکراسی خوبه، نمیدونم، تمام کار ایشون اینه که دموکراسی، تمام نهادهای دموکراتیک آمریکا رو از مطبوعات گرفته، از قضات گرفته، همه رو به قول ما ایرانی لجمال کنه در یک کلام. خب این چیزایی نیست که آقای اوباما کرده باشه. که برای در این شرایط ویژه است که میبینیم حتی نقش آقای اوباما هم جدی تره. من که اعتقاد ندارم این تئوری های توته که اینا رو ساخته و پرداخته، اون پشته آقای ماکفیلین رو توته کردن سرنگون کنن. آقای ماکفیلین دیرو رفته امضا کرده، خودش سند رسمی، اینم دیگه آقای اوباما کرده. آقای ماکفیلین رفته سند امضا کرده که من در 6 ماه سال گذشته، در زمانی که ایشون برای آقای ترامپ هم کار میکرده، تو کمپین ایشون بوده، برای دولت ترکیه لابی میکرده، 530 یا 550 هزار دلار پول گرفته از دولت ترکیه، از وابستگان دولت ترکیه. یکی از کارهایی که ایشون کرده، مقاله نوشته که این گولن که در اینجا پناهنده سیاسی مخالف اردوغانه، اینو بگیره تحویل بدن. شما ببینید ما فکر کنیم شوخی، چیزا اتفاقاتی که در تاریخ آمریکا نبوده، همچی چیزایی نبوده، ظاهر لاغل حفظ میکردن. ببینید اینا چیز عجیب غریبیه. بنابراین خب توی همچین دستگاهی طبیعیه به نظر من آقای اوباما فعاله. هیچ رئیس جمهور اینجوری فعال نیست، حتما ایشون فعاله، تمام حزب دموکرات فعالن. برای اینکه این انتخابات ویژه بوده، برای اینکه این اتفاقی افتاده ویژه، حتی تو خود حزب دموکرات الان هنوز 40 روزه این ایشون رئیس جمهور شده. ببینید تو خود حزب جمهوری‌خواه چرا مسئله دارن. شما آقای مگین، آقای لینسی گرام و کسانی دیگه که مخالفت میکنن، اینا که آقای اوباما نیستش که، اینا یه مسائل واقعی و جدی. وقتی رئیس جمهوری میاد رسما حرف غیر واقعی میزنه، 5 میلیون خارجی اومدن در انتخابات تقلبی رأی دادن به نفع خانم کلینتون، همه میدونن این حرف دروغه. من رو آقای اوباما میومده دفتر منو، تلفن منو کنترل میکرده، هم چیز غیر واقعیه.
همه میدونن رو. جمعیت که برای من اومده بود در روز به اصطلاح قسم خوردن من به من رئیس جمهوری سوگند بیشتر از آقای اوباما بود. خب هم چیزی نیست، از این حرفا مرتب ایشون میزنه. کجا آخه سابقه داشته رئیس جمهوری رسما بیاد حرفا غیر واقعی بزنه؟ فرمودید که وضعیت اقتصادی امروز در ایران نتیجه انتخاب سال 1370 علی خامنه ای در مقام عالی‌ترین مقام مسئول در رژیم اسلامی در تهران بوده. آیا همین مقام توانایی برگردوندن این شرایط رو داره؟ اگر همین امروز علی خامنه ای تصمیم بگیره مثلا آقای محمد خاتمی معروف ترین چهره اصلاحات رو بیاره بکنه دست راست خودش و همه کار رو بسپره دستشون، آیا واقعا میتونه ایران رو برگردونه به همون سال 70؟ ما به قبلترش هم کار نداریم، ما اصلا میگیم که زمان شاه خدا بیامرز اصلا یه رویایی بوده، مردم خواب بودن، واقعیت نبوده یا هر چیزی. اصلا میشه برگشت به همون سال 70 از این فاجعه ای که امروز هستیم؟ البته منظور من این نبود که خامنه ای شروع کرده، اینو خمینی شروع کرد. خمینی بعد یکی دو سال که قدرت رو گرفت تصمیمش گرفت که گفت ما دنبال شکم که نیستیم، که اینا رفتن ادامه جنگ با عراق خودش پیام بود که آقا ما دنبال رفاه اقتصادی نیستیم. در حقیقت خامنه ای وقتی که شد رهبر و رفت سنجان رئیس جمهور، اینا در مقابل یه انتخاب استراتژی قرار گرفتن که آقا همون مسیر ادامه بدیم یا بریم با دنیا رابطه برقرار کنیم، رابطه با آمریکا برقرار کنیم، مثل آدم شیم خلاصش. اون انتخاب استراتژیک که خامنه ای و سپاه کردن در اون موقع، سپاه قدس اون موقع تشکیل دادن، رفتن مخالفت با صلح و تروریست و غیره، اون رو تا امروز ادامه دادن. حالا میشه برگردن؟ اقتصاد ایران یک مشکلش اینه، مافیاهایی که اینا تنیدن در هم، اینا چجوری میخوان شما هم جدا کنید؟ اصلا سیستم اینا رو میخوان چجوری درست کنید؟ اگر اینا سیاست خارجیشون فرو بریزه، همونطور که خود خامنه‌ای میگه، باید باور کرد در داخل سپاه پاسداران به شدت تضعیف میشه، آسیب پذیر میشن. رژیمی که تمام قدرتش در خارج بریزه، جنگ با استکبار و اینا، دیگه در داخل چجوری میتونه یارگیری بکنه بر سپاه و بسیج؟ ولی فقید ضربه میخوره، اساسا رژیم آسیب پذیر میشه. بنابراین من اعتقاد ندارم که تا زمانی که این رژیم هست تغییر سیاست کلی بده، اقتصادش هم درست نخواهد شد. رژیم مافیازده‌ای که دنبال صدور انقلابه و اصلا اولویتش اقتصاد نیست، این اقتصاد درش درست شدنی نیست. اینا اصلا کلن در این شرایط چقدر دارن پول هزینه میدن برای مثلا حفظ محیط زیست؟ چون در برنامه های دولت که چی نی، مثلا من مقایسه میکردم بودجه محیط زیست رو با بودجه مثلا نهادهای فرهنگی خارج کشور اینا، مثلا دیدم که امسال میگن 600 خورده میلیارد دلار تومان میخوان بدن، سال گذشته کمتر از 350 400 میلیارد دادن که 6000 کارمند دارن. یعنی در حقیقت هیچی خرج محیط زیست نمیکنن، هیچی نیست، این پول هیچی نیست. یا 1000 میلیارد میگفتن سال گذشته میخوان بدیم برای دریچه رضایی، گویا هیچی تقریبا ندیدن، خیلی کم دادن. خب در این شرایط که هیچی اینا نمیدن، حالا ما امیدمون اینه یه دولتی بیاد یه قدمی برداره دیگه. خب کافیه مملکت به هم بدتر از اینم بشه دیگه. خب دیگه وابیلا کی میخواد بیاد درستش بکنه؟ ببینید اینجور نیستش که مثل یه گوشتی نیست که شما بذارید توی یخچال 6 ماه بعد بیاید در بیارید داغ کنید و مورد استفاده قرار بدید، میپوسید، روز روز بدتر میشه، ثابت نمیمونه. تو فریزر نیست که وضعیتش ثابت بمونه. محیط زیست مثل اقتصاد میمونه، بهش رسیدگی نکنیم هی سقوط میکنه. مثلا صنعت نفت، شما اگه بهش نرسی چاهار دیگه تا ابد نمیتونی ازش بهره برداری کنی. دریچه رضایی اگه خوشه دیگه یه فاجعه است، دیگه نمیتونی دوباره آب بندازی، اصلا قابل جبران نیستش که. بنابراین اصلا غیر قابل تصور ما به کدوم سمت داریم میریم. به اعتقاد من چه از نظر اجتماعی، چه از نظر انسانی، فرهنگی، هر طرفش رو نگاه کنیم، این لغتی که یکی از اقتصاددانان خودشون به کار برده بود، سیاه چال، خودش هم تعریف کرد، گفت تو سیاه چال تو فضا جایی که بری دیگه برگشت ناپذیره.